نکات مهم درباره مصرف قرص اورژانسی. زنانی که از قرص اورژانسی برای پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، باید درباره مصرف این قرص‌ها به نکات زیر توجه کنند. قرص اورژانسی و بارداری. قرص‌های اورژانسی کاملاً نمی‌تونن از بارداری پیشگیری کنند، اما هر چقدر بعد از نزدیکی زودتر از این قرص‌ها استفاده بشه، ریسک حاملگی کمتر خواهد شد. طبق آمارها از هر 8 زنی که از این قرصا استفاده میکنن 7 نفر از اونها باردار نمیشن. استفاده از این قرصا برای بارداری های بعدی مشکلی ایجاد نمیکنه. همچنین قبل از استفاده از قرصای اورژانسی مطمئن بشین که باردار نیستید، زیرا هنوز عوارض احتمالی استفاده از این قرصا روی جنین مشخص نشده. مصرف همزمان قرص ضد بارداری و اورژانسی. قرص ضد بارداری و قرص اورژانسی هر کدوم کاربردهای خاص خودشونو دارن و سر جای خودشون باید مصرف بشن. شایعاتی که درباره صفر شدن احتمال بارداری در صورت مصرف همزمان این دو نوع قرص وجود داره اصلا درست نیست، بلکه استفاده همزمان این دو نوع قرص میتونه عوارض طبیعی مصرفشون رو تشدید کنه. استفاده همزمان دو نوع قرص اورژانسی. اگر از انواع متفاوت قرص اورژانسی به صورت همزمان استفاده بشه، احتمال اینکه این قرص‌ها اثر یکدیگر رو خنثا کنن زیاده. بنابراین نباید از انواع متفاوتی از قرص اورژانسی ضد بارداری به صورت همزمان استفاده کنید. همچنین مصرف انواع متفاوتی از این قرص‌ها به فاصله 5 روز از یکدیگر اصلا توصیه نمیشه. مصرف زیاد قرص اورژانسی. در صورت استفاده از قرص اورژانسی با دوز 1.5 نباید بیش از یک قرص اورژانسی در روز مصرف کنید. قرص‌های با دوز 75% هم نباید بیش از 2 عدد در روز استفاده بشن. مصرف تعداد بیشتری از این قرص‌ها نمیتونه باعث حفاظت بیشتر در جلوگیری از بارداری بشه. استفاده از قرص اورژانسی قبل از رابطه جنسی. در مواقعی که از سایر روش‌های پیشگیری از بارداری استفاده نمی‌کنید یا نگران تاثیر ضد بارداری روش‌های دیگر هستید، میتونید از قرص‌های اورژانسی قبل از نزدیکی استفاده کنید، اما بهتره با توجه به تفاوت‌های فردی و وضعیت افراد با پزشکتون مشورت کنید. مصرف قرص اورژانسی در زمان شیردهی. در زمان شیردهی میتونید قرص‌های اورژانسی ضد بارداری مصرف کنید. البته زنان شیردهی بهتره به دلیل نامعلوم بودن تاثیر قرص الا تا یک هفته بعد از مصرف این قرص به نوزادشون شیر ندن. اما اگر از قرص اورژانسی هورمونی استفاده میکنی، نگران عوارضش بر نوزادتون نباشید. هرچند مقداری کمی از هورمون وارد شیر میشه، اما خطر نوزاد رو تهدید نمیکنه. چه زنانی نباید قرص اورژانسی مصرف کنن؟ مصرف این نوع قرصا برای همه خانم ها مناسب نیست. اگر در یکی از دسته های زیر قرار میگیرید، مصرف این قرصا توصیه نمیشه. در صورت حساسیت به قرص اورژانسی. در صورت مصرف داروهایی که تاثیر این قرصها رو کاهش میدن. در صورت بارداری و در صورت مصرف داروهای سل، اید، سرب، داروهای کاهش اسید معده مثل اومپرازول. در صورت مصرف برخی داروهای گیاهی یا آنتیبیوتیک های نتندان رایج. به علاوه تاثیر این قرص در جلوگیری از حاملگی در زنانی که چاق هستن یا اضافه وزن دارن کمتره. و توصیه میشه از روش های دیگری هم برای جلوگیری از بارداری استفاده کنند. سوالات پرتکرار درباره قرص های اورژانسی. سوالات بسیار درباره قرص های اورژانسی همواره از من و سایر همکارا پرسیده میشه که به تعدادی از اونها در اینجا پاسخ میدم. بعد از استفاده از قرص اورژانسی اگر استفراغ کنم نیاز دوباره قرص رو بخورم؟ اگر 2 ساعت بعد از مصرف قرص استفراغ کردید باید دوباره قرص بخورید. قرص اورژانسی استفاده کن آیا برای جنینم ضرر داره؟ استفاده از این قرص ها خطری برای جنین نداره، پس نیازی نیست دقت جنین انجام بدید. از آیودی استفاده میکنم آیا مصرف قرص اورژانسی اشکالی نداره؟ استفاده از دستگاه داخل رحمی پیشگیری آیودی به اندازه کافی حفاظت ایجاد میکنه و اصلا نیازی به مصرف این قرص ها نیست. از کجا بفهم قرص اورژانسی اثر کرده؟ در صورتی 15 روز بعد از مصرف قرص اورژانسی خونریزی قاعدگی اتفاق نیفته احتمالاً باردار هست و باید سریعاً تست حاملگی را برای اطمینان انجام بدید.